افروخته. بله آقای مدیر. باز از کلاس اخراجت کردن؟ من که دیگه واقعا نمیدونم از دست تو باید چیکار کنم. این دفعه دیگه چیکار کردی؟ آقا تقصیر من نبود. بهت میگم چیکار کردی؟ گوش رضایی گاز گرفتی. چی؟ گوش رضایی؟ برای چی همچین کارم مقانه کردی؟ آقا این رضایی جلو من میشینه، گوشش خیلی گنده، من نمیتونستم تخته رو ببینم. بیا برو تو، بیا برو تو، این دفعه دیگه باید تکلیف تو رو روشن کنم. آقا نمیشه ما رو ببخشید؟ نه خیر. جدا؟ بله بیا برو تو. آه همین خونه، فقط اینجا جای پارک نیست، بریم عقب. بله. هم محلش خوبه. بله. هم خونه هاش نوسازه. اینجا با کلاس‌ترین کوچه این محله است. تعریف علکی نمی کنم ها، اصلا دلم نمی خواد پس فردا بگین این شریفی بی‌معرفت این خونه رو اجاره داد و بورسانتشو گرفته رفت. نه بابا تو رو خدا نگی این حرفا رو، بفرمایید. در صورت کوچه با کلاسیه. بفرمایید. زلیل مرده، مگه صد دفعه بهت نگفتم آشغالتو از پنجره نریز بیرون؟ خوبه خوبه، صدا تو بیار پایین، محله رو گذاشتی رو سرت، دستم افتاد. جدن؟ اومدم بالا اون چشماتو از کاسته در آوردم، یاد میگیری که دیگه از دستت نیفته. آفرین بروسلی، خیلی عذر میخوام، ببخشید چقدر طول میکشه شما همه محله رو با اون شلنگتون آب بدین؟ به تو چه؟ پولشو خودم میدم. نه 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 نه، بارا بابا دخالت. بفرمه بفرمه پایش. من همیشه میگم خونه خوب و از محلش میشه تشخیص داد. محله آروم و همسایه‌های خوب 90% آرامش خونه. مرد حسابی، من چقدر به تو بگم که حالیت بشه ماشینتو نذاری جلوی در پارکینگ ما؟ باز دوباره گیر دادی، تو اصلا ماشین داری؟ تو چیکار به من داری؟ به تو چه که ماشین دارم یا ندارم؟ میخوای پول باباتو به رخ من بکشی؟ برو بابا عملی. با من بودی؟ آره با تو بودم. صاف کن بابا، صاف کن. یه دقیقه صاف کن بهت بگم عملی کیه. با من بودی آره؟ یه دقیقه صاف کن. بفرمایید. اینم خونه آینده‌تون. یعنی کل تهرانو بگردین ها، مثل همچین جایی پیدا نمی‌کنی. راستش اولین باری که این خونه رو دیدم با خودم گفتم خوش به حال اون زوجی که مستأجر این خونه بشه. حالا شاید با خودتون بگین که این شریفی قالتاق و لاوبالی دارین حرفا رو میزنن که خونه رو بندازه، ولی نه اینجوری نیست. نه بابا شما لطف دارین، مرسی، متشکرم. در حال وظیفه بود که بگم. حالا شما خودتونم خونه رو ببینین حرفای منو تایید میکنین. همه چیزش عالیه، مخصوصا نقشش. نه اون چیه که از همه چی مهمتره؟ ها دستشویی. نه آشپزخونه‌اش؟ نه صابخونه‌اش. صابخونه از همه چی مهمتره. این آقای افروخته ما هم که صابخونه نیست که، یه فرشته است. حالا شاید با خودتون ببینید که این شریفی قالتاق داره این حرفا رو میزنه که خونه رو بندازه، ولی اصلا خودتون ببینین همون نگاه اول عاشق انسانیت و آرامش این مرد میشین. عیزه بدین. اینه تو بردم عوضی شما آقای شریفی؟ واسه واحد پایین مشتری آوردم. آقای افروختم، هم که خدمتتون عرض کردم. اینا هم؟ بله. سلام علیکم، ببخشید مزاحمتون شدیم. بفرمایید. میدونین چیه؟ نه. این چیزی که الان قرار بذاریم زیر بغلتو بفرستیمت بری. پرونده جناب عالیه. ماشاءالله پروپیمون هم هست.
15 امر بچه ها رست به لاغ اللادی پایین، دست یکیشون هم شکسته. 7 آبان شیلنگ آبا باز کردی تو آزمایشگاه، نصف آزمایشگاه رو آب برداشته، کلی هم از وسایل خسارت دیده. آقا ما گفتیم چرا این قورباغه ها گناه دارن، یه سری شنا کن. 16 آذر رو چی میگی که یک کلاغ آوردی سر کلاس فل کردی؟ آخ خودش حکیفه آمدر اومد. دوباره 25 آذر پنجر کردن ماشین آقای اکبری. 29 آذر معلومه فعالیت تو آذرم خوبه ها. آتیش زدن بخاری کلاس. بازم میخوای بخونم؟ اگه دوست داری. تو خیلی رود زیاده. نمیخوای خجالت بکشی؟ چرا آقا؟ آره تو خجالت هم میکشی. بله آقا ولی به خدا تقصیر ما نیست. اگه تقصیر تو نیست به تقصیر کیه؟ سیه دیو چی میگی که با لغزدهی تو چونه هم کلاسید؟ این هم از آن تقصیر چونه اون بوده. آقا به خدا دست ما نبود. پس دست کی بوده؟ اگه اونجوری نمیشد این اتفاق نمیافتاد. چه جوری نمیشد؟ اگه با مامانمون از هم دیگه طلاق نمیگرفته اینجوری که نمیشد. خیلی خوب بهونه نیار. پدر مادر خیلی ها بچه ها از هم جدا شدن، فقط پدر مادر تو نیستن که. پس چرا ایشکی اون کارهایی که تو میکنی یا نمیکنه؟ ولی پدر اون بچه هایی که شما داریم میگین هر روز صاحب نمیافته به جون بچه شون با کربا اونه رو بزنه. بابات با کمره تنبیهت میکنه؟ بله آقا عادت داره، البته همیشه اینجوری نیست، فقط موقعی که مواد گیرش نیاد اینجوری میشه. مگه بابات اعتیاد داره؟ بله آقا. پس چرا تا الان چیزی نگفتی؟ آقا خجالت میکشیدی. عزیزم خجالت چی؟ تو که کار بدی نکردی. بله آقا میدونیم، بله خجالت میکشیدیم، مخصوصا موقعی که ما رو مجبور میکنه بریم پارک برش چیزایی بخریم. چی؟ تو رو مجبور میکنه بریم؟ بله آقا بهم میگه اگه نرم نمیذاره بیام مدرسه درس بخونم. من دوست دارم بیام مدرسه درس بخونم یه دکتر بشم. میشی فرهاد جان، کافیه که بخوای، من خودم هم کمکت میکنم. ممنونم آقا، ولی فکر نکنم بشه چون پدرم نمیذاره. نه عزیزم این حرف رو نزن، من نمیذارم کسی جلو درس خوندن تو رو بگیره. الانم برو سر کلاست، برو سر کلاست در درسات عقب نیفتی. آقا ما رو کلاس بیرونمون کردم. گفتم برو، اگه حرفی هم زدم بگو آقای مدیر اجازه داده. چشم آقا اجازه است. الان راستی کجا میشه پدرتو پیدا کرد؟ پدرمون امروز میاد دنبالمون، آخرهای هفته ما میریم خونه پدرمون. خیلی خوب تو برو. تشم خدا. اینم منزل شما با یه آشپزخونه مدرن و شیک و نقلی. فقط همچین یکم زیادی نقلیه. ببخشید خانم، میخوایی بندی بیام پایین بشینم شما تشبری بالا بشینی؟ میشه. آقای افروخته شوخی میفهمم، شما تشریف بیاریم، تشریف بیاریم. تازه رنگ شده، نورگیر فوق‌العاده‌ای داره، از همه مهمتر خیلی دنجه. بفرم. ببخشید یکم نورش کم نیست. خانم شما چرا اینقدر ایراد میگیرید؟ خب 4 تا لامپ اضافه میکنین نورش زیاد میشه دیگه. نه منظورم نور بیرونه، این اتاق که پنجره نداره، پنجره اون اتاقم خیلی کوچیکه. شما 2000 میخواهید به من اجاره بدید؟ میخواهید در دیوار قمر من خراب کنم یه پنجره سرتاسری براتون بذارم، اون گوشه هم براتون یه آبشار بذارم که همچی دل باز سر بشه؟ ولم کن شریفی. افروخته جان، جان من اینقدر شوخی نکن، اینا با اخلاق آشنا نیستن. شما مگه 2 ساعت دیگه اومده بودی؟ نه آفتاب افتاده بود وسط اون اتاق. حالا از آفتاب و نور خیلی چیزای مهمتر وجود داره، گوش کنی. صدای چی میاد؟ صدای میاد؟ مال منه، ببخشید من خیلی نار دیر میشه یه ذره قارغور میکنه، ببخشید. نه بابا قارغور رو نمیگم، گوش کنی صدای چی میاد؟ من که صدایی نمیشنم. به همینه دیگه، تو این خونه هیچ صدایی نمیاد، این یعنی چی؟ یعنی آرامش. بفرمایید. شریفی من بینا خونه نمیدم. بابا این زنه خوبیه. میگم زنه ایرادی گیره، فردی بخواد بیاد اینو بزنم بگیره. اصلا به تو چیه؟ ببینم شما چیزی میزنی؟ جان؟ میگم چیزی میزنی، زیر چشات سیاست. نه عزیز من این حرفا چیه؟ خانم زیر چشات زیادی سیاه نیست.
آقا من سیگارم نمیکشم. بکش آقا بکش، ولی من بهتون بگم من اینجا از این کارا خوشم نمیاد. من اصلا گوش به من بخوره من بیهوش شدم. بعدش هم من تو این محل آبرو دارم، یعنی 30 سال تو این محل دارم کار میکنم، زندگی میکنم، اصلا دوست ندارم پای ساقی باقی اینجا باشم. عرض کردم که شوخم، حالا بهتون ثابت شد. شما یه چرخی بزنی، یه چرخی بزنی. خود حرف نزن، چی داری میگی؟ آقا این مسجل من هم باید هرشون پایش بزنم. چه حدی من باقی صحبت کردم؟ ببخشید من فامیلیتون رو نفهمیدم چیه؟ نعیمی هستم. خانومتون پا به ماست؟ بله. اون تو تایفهشون دو قلو داشتم؟ دو قلو؟ ببین آقای عزیز، من به آقای شریفی گفتم، گفتم من به کسی خونه رو میدم که یه بچه داشته باشه، ولی اگه دوتا بچه شد اون موقع شرایط فرق میکنه. مثلا چه فرقی؟ مثلا 200 تومن میره رو اجاره. 200 تومن؟ عرفشه. چه خبره؟ شما اگه بدون هتل 40 نفر، بعد پول اتاق دو نفره رو که ندید، بعد پول اتاق 40 نفره رو بدید. بعدش هم من اصلا اعصاب درست حسابی ندارم. اینو خدمتتون عرض کنم. یعنی اگه بچه خدای نکره به دنیا بیاد میخواد پله رو بگه، طلب طولو بره بالا، طلب طولو بیاد پایین، جیغ بزنه، مامان مامان بکنه، اون موقع من اعصابم داغونه. بعدش هم گلوگیایی که تو اگه ملاحظه فرمودید از این بچه برای من عزیزتره. اگه این بچه بره وسط باغچه گل لگد مال بکنه، من همون بچه رو وسط باغچه لگد مالش می‌کنم. گفتم که بهتون حالا شما یه چرخی بزنید، یه چرخی بزنید خدمتتون. بفرمایید من اجازه میدم، من خب با اینا زندگی بکنم. این فرشته زمین ایرادی اصلا به تو چه؟ تو میخواد کاری صحبت بچه‌ها؟ بعد شما من بعد ببینم شوق چیه. آزاد من میگم چیه، من میدونم واقعی. ببخشید آقای افروخته تشریف آوردن. خب بفرستش تو. الان؟ نه هفته بعد. خب الان بفرستش تو دیگه. چش. در زن این صندلی هم بذار وسط. صندلی رو؟ بله. چش. اینجا؟ بله. چش. کاری نداری؟ برو. بله واقعا باید به شما خسته نباشید گفت. شغل خیلی حساس و سختی دارین، سرکله زدن با این همه پسر بچه شیطون واقعا کار سختیه. اصلا هم کار سختی نیست، من عاشق بچه هم هستم. بله بله کاملا درسته، واقعا هم این بچه ها خیلی دوست داشتنی هن. واقعا؟ بله دیگه. میدونی برای چه امروز خواستم که بیام باهاتون صحبت بکنم؟ به طور دقیق که نه، ولی خب حدس میزنم راجع به فرگا جون باشه. بله. پس درست حدس زدم. باید بهتون بگم که فرگا داره تو مدرسه با آسیب رسوندن به اطرافیانش در قبال شرایطی که تو خونه داره عکس العمل نشون میده. به نظر من این رفتارش کاملا اشتباه ناپذیره. بله متوجهم. ببخشید چه شرایطی؟ خودتون میدونید دارم در مورد چی صحبت میکنم. فرباد همه چی رو به من گفته. منم وظیفه خودم دونستم که بهتون هشدار بدم دارین آینده خیلی بدی رو برای پسرتون ترسیم میکنین. عکس العمل فرباد میتونه تو آینده تبدیل به رفتاری خیلی خطرناکی بشه. شما که نمیخواید فرزندتون در آینده خلافکار بار بیاد، میخواین؟ نه خب معلومه که نه. تازه اینی که من دارم میگم بهترین شرایطشه، حتی ممکنه شرایطش از خودتونم بدتر بشه. بخشید مگه من چمی؟ خواهش میکنم آقای افروخته چیزی رو کتمان نکنیم. فرباد همه چی رو به من گفته، حتی به من گفته که شما میفرستینش براتون خرید کنه. خب بله البته همیشه که نه، یه وقتایی که من توی خونه گرفتار باشم ازش خواهش میکنم برای خرید کنه. فکر نمیکنیم برای بچه معصوم و بیگانه روبرو شدن با این همچین مسائلی زود باشه؟ نه خب چرا زود باشه، بالاخره هر بچه بعد بالاخره یه روزی رو پای خودش وایسه. شما هم چه اعتقادی ندارین؟ شما متوجه نیستین که آدم یه بچه به این سن و سال نمیفرسته تنهایی پارک براش جنس بخره؟ آه نه 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 متوجه نشدین، من تنهایی نمیفرستمش. اگه بخواد تا سر کوچه بره شاید تنهایی بفرستمش، ولی تو پارک و اینا که خودم همیشه باهاشم. یعنی نظر شما مشکل نداره؟ نه چه مشکلی داره. چه مشکلی داره، اصلا ایرادی نداره، به خاطر اینکه من پدرم هم خود من پدرم وقتی که بچه بودم منو میبرد پارک. پدرتون شما رو نمیبرد؟ بله ولی مجبورم نمیکرد که براش چیزی بخرم. خب منم مجبورش نمیکنم، اگه که یه وقت توی پارک یه چیزی دلش بخواد بهش پول میدم که بره برای خودش بخره. واسه خودش؟ یعنی واسه مصرف خودش؟ خب
خب بله دیگه، بچه هست با هم دیگه میریم پارک، یه چیز دلش میخواد پول میده میریم میخره واسه. یعنی فربادم معتاد کرده شما؟ خب بله دیگه. من معتاد؟ آیا افروخته اعتیادتون رو کتمان نکنید، فرباد همه شو در موردش به من گفته. من؟ خب دروغ گفته دیگه. آره؟ این شما از همسرتون هم جدا نشدین؟ خب چرا، البته ما از آها دیدین بچه راست گفته؟ درستم گفته که شما هر روز با کمربند کتکش میزنی. کمربند؟ اینم گفته باشم که اصلا سعی نیست که فرهادو میفرستیم براتون جنس بخره. خب حالا خودتون ناراحت نکنین دیگه. آقای افروختی یه شوخی کرد. شوخی؟ شوخی یعنی چی؟ یعنی چی که من یه زن دیگه دارم یا نه؟ خب بگو ندارم. این که ناراحت شدن نداره. من اینو گفتم که فردا نیاد در خونه داد و فریاد و جیغ و گیس‌کشی و اینجور چیزا بشه. بفرما ببین چی داره میگه. حالا تو چرا داری گریه میکنی؟ خب یه گلمه بهش بگو ندارم. منم همینه میگم خانوم، بگو ندارم. اگه نداری بگو ندارم. حتما یه چیزی هست که نمیگی. بعدش هم اگه داشته باشی اصلا به من ربطی نداره. فقط بگو داری که من اجاره رو برم بالا. حالا داری یا نداری؟ خجالت داره آقا، واقعا خجالت داره. چرا بهش نمیگی ندارم؟ تو وایسا کجا داری میری؟ وایسا دیدی شریفی، این مردی که عوضی آخرش هم نگفت ندارم. این اصلا یه چیزش میشه. امروز مدرسه چطور بود؟ خوب بود. یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد؟ نه. هیچی؟ نه. حتی یه ذره؟ آقا نکن، نه عزیز من نکن. آقا نکن، کثیف کردی بابا، من تمیزش کرده بودم. آقای محترم نکن. نکن. ببین چیکار کرد با این شیشه. مدیرتون با هم حرف زد. خیلی چیزا به هم گفت. نمیخوای بدونی چیا به هم گفت؟ میدونم. خب پیچ حرفی نداری بزنی؟ نه. ببین پسرم، تو میدونی که هر موقع بخوای با من حرف بزنی من گوش میدم. گوش نمیدم؟ چرا؟ خب چرا حرف نمیزنی؟ چی بگم؟ چی بگی؟ یا تو نمیدونی که چی باید بگی؟ و این چی؟ بابا از بارو بیرون، بارو بیرون، بیا بگی، 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 بارو بیرون. این چیه؟ بوی پلاستیک سوخته میده به جای اسفند. خب چی داشتم میگفتم؟ من گفتم چی بگم؟ تو گفتی از چی بگی؟ یعنی نمیدونی از چی بگی؟ بعدش هم سلفه کردی. اولا که تو نه شما، خوبه که آدم به پدرش یکم احترام بذاره. بعد ببینم این چه حرفایی بود رفته به مدیرتون زدی؟ میدونی من چقدر خجالت کشیدم؟ ها میدونی؟ نه. خب خیلی خجالت کشیدم، خیلی. ببخشید. آخه تو چرا اینجوری میکنی؟ بالاخره میخوای پایین اجاره بدی یا نه؟ مگه چیکار کردم؟ چهار تا سوال پرسیدم دیگه. من حق دارم که از مستاجرم چهار تا سوال بپرسم؟ ندارم. آخه اینا سواله؟ یعنی چی که مادر شوهرت دوستت داره یا نه؟ اصلا تو چی کار داری که دوستش داره یا نه؟ اتفاقا خیلی سوال مهمیه. فکر کن فردا مادر شوهری میخواد زنگ بزنه، به این زخم زبون بزنه، اینم بشینه شیون و گریه و زاری، شب تا صبح منو نذاره بخوابم. من اینو دارم میگم. افروخته جون، اینجوری نمیشه. بابا من که بیکار نیستم که. تا حالا 10 تا مستاجر برات آوردم تو پروندی. اگه نمیخوای اجاره بدی ما هم سر کار نذار. بابا جان تو چیکار داری به من؟ بذار من کار خودم بکنم، تو هم کار خودتو بکن. پورسندتو بگی لشتو ببر دیگه شریفی. کشتی من. یعنی تو. من به خاطر پورسندم دارم میگم. اگه من میگم به خاطر خودت میگم که اون خونه رو دستت نمونه. مری جون تو به فکر منی، منم که خر.
ببین چی دارم بهت میگم شریفی، اگه فکر کردی میتونی یه مستاجر ناجور برای من درست کنی، من یه سال بدبختی بکشم خور خوندی. آقا جون اینجوری نمیشه، از این لحظه به بعد دیگه به من ربطی نداره، دیگه هم به من زنگ نزن، خودت برو برای خودت یه مستاجر پیدا کن. پیدا میکنم، فکر کردی نمیتونم پیدا کنم؟ تو اصلا این کاره نیستی شریفی، من به جون خودت دارم میگم، من دو روزه برای خودم مستأجر پیدا میکنم، حالا ببین چه جوری. آره از همین الان دارم میبینم که اومدی در بونگا وایسادی، داری من التماس میکنی که یه کاری برات بکنم. با اجازه عمران. حالا خبرش بهت میدم. حالا ببین لازم نیست، خودم زنگ میزنم حالا تو میپرسم. بزن فکری میترسم، من دو سوته مستأجر پیدا میکنم، حالا ببین. عوضی هره فقط به فکر پول سازشه. بچه پر رو بگه دستم یه درسه در دنبال پوله. فربا جون من کی تو رو با کمربند تنبیه کردم؟ کی؟ مثلا کمربند میبندم که بخوام چی کاری بکنم؟ نمیبندی؟ نه. یه قهوه‌ای داشتی که روش چیزایی نوشته بود. قهوه‌ای؟ آره یادمه. آره اون از کجا خریدی؟ اون ما که رفته بودیم کیش خریدی. کیش؟ چقدر اون سامن بهمون خوش گذشت. نه؟ خوب بود. عجیبه، خیلی وقت اون کمربند در نیدم. آقا من انداختم این توشونه. آتیش گرفت؟ همش در هر کار گرن سگه کش آتیش نگرفت. خیلی خوب، چرا بحث رو عوض میکنی؟ بحث رو عوض نکن. خیلی خوب بگو ببینم، فربود من تو رو میفرستم پارک بری برای من مواد بخری؟ بابا بله. اصلا چه وقت من پارک نمیبری؟ من تو رو پارک نمیبرم؟ نه فر با جان، همین هفته پیش با هم رفتیم پارک. اوه اون هفته پیش بود. خیلی خب تو آخه هفته پیش من بودی، تو هفته یه بار میای پیش من. تو باید با مامانت پارک نمیری؟ تازه همین پیروزم با مامان و شهران رفتیم با، خیلی خوش گذشت. بفرما پس با مامانت هم میری پارک، همچین کم هم پارک نمیری. با کی رفتی پارک؟ با مامان و کی؟ شهرام؟ آره شهرام. کیه؟ شهرام هم که کتاب مینویسه. شهرام پارسا؟ آره با شهرام پارسا رفتیم پارک؟ بله. برای چی با اون رفتیم؟ آقا مامان قرار با شهرام ازدواج کنه. مامان قرار با شهرام ازدواج کنه؟ آره. ببین فربود، اگر بخوای بازی دروغی بهم بگی که یادم بره که چه کار بدی کردی، دیگه خودت میدونی ها. به جونه یه دونه مامان من دروغ نمیگه، اگر راست می زنگ بزن به مامان ازت بپرس. بابا دم شما گرم بابا، یه ساعت ما رو گذاشتی پای تلفن رفتی نهار بخوری. ای بابا خیلی خوب بابا. خب ببینم این آگهیه ما فردا اول صبح چاپ میشه دیگه. آها یه سوال داشتم، این آگهیه رو میشه اول روزنامه چاپ بکنی صفحه اول چقدر؟ اوه این که پول دو ماه اجاره است. نه آقا همونجا بزنید، همونجا که گفتم. آره فقط قربون شکلت این بالاش هم بزنید زیر قیمت. آره نه خیلی زیر قیمت، چون میخوام زود اجاره بره. آره اون بالا چند یه چیز دیگه هم میزنن. چیه؟ آره اوکازیون زیرش هم بزنید اورجینال. آره دیگه، یعنی که بازسازی نشده اصله. آره قربون شکله. باشه فاکتورشو بفرستین دم خونه، دادم آدرس. خدافظ. اگه رو تو کم نکردم شریفی، این آپارتمان پایینه دادم تو چند تا روزنامه آگهی کنن که زود اجاره بره. تو این خونه که هیچ کاری نمیکنه، فقط من باید دست به کار بشم. شدم مادر خونه. اون شریفی قالتاقم که اصلا این کاره نبود، من میگه که تو نمیتونی، کلم میکنه با من، میگه تو نمیتونی اجاره بدی. من نتونم اجاره بدم؟ کافیه من بخوام یه چیزو، بذار من پایینه اجاره بدم چی بیفته به پا؟ من اگه نتونم پایینه اجاره بدم که به درد لای جرز با تو دارم صحبت میکنم. با تو دارم نشخار داری میکنی، گوش کن دیگه. من چی گفتم الان؟ نمیدونم، نفهمیدم. ما رو باشی یه ساده داریم برای آقا سخنرانی میکنی، چه تا حالا؟ نا
ناشر جدید باز کتابتو چاپ نکرد؟ فدای اون سرم که چاپ نکرد بابا. بابا که چاپ نکرد ولی مسئله من این نیست. چیه؟ چیه؟ هیچی بابا هیچی. میگم فرید چی شده؟ بابا من ناسلامتی برادر بزرگتم ها، خواهر بزرگ نیستم، برادرتم. چی شده؟ اگر شده شده بگو من کمکت کنم. چیه؟ هیچی فرخ جون، خودم باید با این قضیه کنار بیام. اصلا از اول باید فکرشو میکردم. من هزار بار بهت گفتم فرید جان، قربون شکلت برم، هر موقع مشکلی داری میتونی بیای به من بگی. از وقتی هم که پدر مادر فوت کردن من تو رو دل خوشت کردم. اونقدر شما برای لالایی خود دارم. خیلی بابا جان. خیلی خوب بابا، معذرت میخوام فرخ جون، ببخشید غلط کردم. بابا من همیشه به تو عرض ادب ارادت همه چی داشتم. معذرت میخوام بابا، نمیدونم آخه چه جوری باید بهت بگم. بابا هر جوری که دوست داری. بابا هر چی تو شکمته برید بیرون، من برادرتم، غریبه که نیستم. فرخ چی شده؟ مغازه آتش گرفت؟ فرخ زدن؟ نسترن داره ازدواج میکنه. فدای اون سرم، خاک اون سرت بکنم. من هم موقع بهت نگفتم این نسترن یه سرگردن از تو بالاتر قدرشو بدو؟ نگفتم. اصلا من دیدم نسترن برای چی اومد زن تو شد؟ اون همه آدم درست حسابی هم دوره برای شیفته بود. ببخشید من چمه؟ ببخشید آبت بر نکره، هم بی شخص، هم شلخته ای، هم بی مسئولیتی، هم لوسی، هم سوسولی، همی که بیکارم هست. بیکاری اصلا قبول ندارم. مگه نویسندگی شغل نیست؟ بله هست، به شرطی که یه ناشر پیدا بشه بیاد کتاب جناب عالی چاپ بکنه، یه 2000 بذاری کف دسته. من اگه زن بودم زن این شریفی قالتاق میشدم، ولی زن جناب عالی نمیشدم 100 سال. ولی زنی کی داره میشه؟ فکرشو بکن فرخ، شهرام پارسا. آه بس خدارشون آقابت به خیر میشه، یه سر سامونی میگیره بابا، ما رو ترسون دی. ای فرخ یعنی چی؟ ببینم سب کن بینم، شهرام که نویسنده است، چطور با اون آقابت به خیر میشه با ما بدبخ میشد؟ برای که شهرام نویسنده موفقه، کتابات چاپ میشه، ولی کتابای جناب علی چاپ نمیشه. مازه یه ماشینم خریده دیدی؟ از این مشکی ها جزی بلند ها صد ده خریده. اونه که با پول نویسندگی نخریده، بچه پول داره. آره تمام کتابایی هم که چاپ کرده همه رو با از این شخصی چاپ کرده، همش هم مونده رو دستش. هم میره مهمونی امضا میکنه، تقنیه امضا میکنه، کادو میده امضا میکنه، کادو میده کادو میده. بابا این داره یا نداره؟ ماشین لوکس داره یا نداره؟ بابا آره. خب یعنی نویسنده موفق؟ چرا خودتو گول داری میزنی؟ بابا مسئله من این نیست، مسئله من فربوده. مگه چیه؟ مخالفه مگه؟ خب نه، به خاطر اینکه بچه‌ست نمیفهمه پدر ناتنی یعنی چی. همین شهرام تو بچه خیلی گلیه، خیلی ماهه، من دیدمش خیلی خوشم اومد. ماهه؟ آره خیلی ماهه. حالا کجا؟ گی شهرام؟ فربود تو حیات داره بازی میکنم. من هم میرم تو حیات بازی کنم، دارم کشی یادش میدم. تا از اینکه اینجا بشینی ماتم بگیری و یا ببیگی پاشو برو پایین تمیز کن، فرد مشتری میاد میخوایم اجاره بدیم. شهرام ماهه؟ پسره کلاهبردار. زشته. ببین میتونی حال بچه رو بد کنی؟
خیلی دوست دارم. اگه دوست هم دارید لطفا با سر من صحبت نکن. در زمین پتو هم رو من بکش گرمه. اگه نگاه کنی خوابم نمیبره. خری هنوز خوابی؟ بابا بلند شو، بابا لنگ زوره. بیدار شو ببینه هزار تا کار داریم ما. باشو ببینم ساعت چنده؟ ساعت 9:30. بلند شو. 9:30 زوره. فرید بلند شو، الان مشتری ها میان. پاشو بیا برو پایین ببینم. یکی رو بده که بخوابم فقط. باز میگه یه رو. پاشو میگم. پاشو، من عصبی نکن فرید. پاشو بلند شو. ای بابا فرق چون چرا همچین میکنی؟ خیلی خوب باشه پا میشم. فرهاد کجاست؟ فرهاد یک ساعتی که از خواب پا شده. این که به من رفته، سرخیزه. بلند شو ببینم. 2 دقیقه پایینی ها. خیلی خوب میام. بیداشو. برو اومدم. مگم آقا پسر، این منزل آقای افروخته کدومه؟ من نمیتونم به شما بگم. بره چی؟ بابام بهم گفته با غریبه تو خیابون حرف نزن. ها بله درست گفته. حالا شما؟ من اسمم نوروزه، نوروزی حقیقی نعمت آبادی. منم فرهاد از آشنایی با شما خوشبختم. چی پسر تو فول مفلیه. حالا دیگه با هم دوست شدم، میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. چی داشتی میگفتی؟ پرسیدم که منزل آقای افروخته کدومه؟ کدوم افروخته؟ مگه چند تا افروخته داریم؟ ما 2 تا افروخته داریم که به خودم میشیم 3 تا. ما خودمم که نمیدونم کدومه، حالا منزلشون کدومه؟ بفرما، اینا منزل آقای افروخته. ها بیریم خانم، بیریم. مگه مشکلی نیست خب بره خونه قول نامش کنیم. مبارکه. چی گفت؟ میگن اگه مشکل نیست بریم خونه رو قلامه کنیم. نه من هنوز حرفامو نزدم. باید یه سوال دیگه من از شما بکنم. خواهش میکنم. خب بپرسین. ببخشید شما شهرستانی هستی؟ خب بله. چه تو مگه؟ دیگه گفتم بهش. ببخشید من با احترامی که به شما قائل هستم، اینی که شرمنده من نمیتونم خونم رو اجاره بدم. ببخشید. چرا؟ تو حرف نزد. خانم چرا نداره؟ پس فردا میخواد فکر فامیلا فرت فرت پاشن بیان یه هفته اینجا تلت بشن. اینجا هم خانم از نظر مهندسی یه اندازه‌ای داره، یه گنجایشی داره. نمیشه که چی میگه. بله برادر منم موافقه با این قضیه. شرمنده. چی نگاه میده؟ بیلوم کن پسر، اصلا واقع خورده. خانم بریم نو برش آوردم. چی شد؟ یعنی چه؟ قد من چه ربطی به اجاره داره؟ خیلی هم ربط داره آقای عزیز. من نمیدونم، ببخشید خانوما، نمیدونم شما قد بلنده چرا آدم بود؟ یعنی فکر میکنی از همه بهتری، قد کوتاه رو شما تغییر میکنی. چرا عزیزم؟ چه تغییر کردم؟ شما همین الان همی که از بالا بنده رو به پایین نگاه میکنین خودش تغییر نیست؟ من که الان نشستم. بالاخره میخواییم پاشین؟ نمیخواییم پاشین؟ خب بله. شما از اولی که نشستید بنده اینم، شما همزه این پایین رو میبینین. بنده آقا بالا هم پایین نیستم. هی پایین رو میبینید آقا. اینقدر تغییر نکن عزیزم. بفهمید برید خونه، چیزی که فرابون خونه است. واقعا خنده داره.
یعنی یه مستاجر درست حسابی پیدا نمیشه من این پایین لعنتی رو اجاره بدم بره پیکارش؟ خیلی خوب، اینقدر عصبانیت نداره. امروز نشد فردا. فردا فردا یه چیز مزخرف میگی ها. فردا فردا بابا از صبح تا حالا این شریفی غلطاق به ام زنگ میزنه منو متلک میگه، میگه پای اجاره رفت یا نرفت. فرخ جون تو که نباید به خاطر شریفی خودتو به این روز بندازی که خدای نکرده سکته میکنی میفتی رو دستمونا. فردای اون سرت که سکته میکنم، بذار سکته کنم، ولی قضیه ایسیتیه میفهمی یعنی چی؟ من باید روی این شریفی کم کنم، باید پایین اجاره بدم. خونه آقای افروخته اینجاست؟ تقصیر خودته، از بس شرطی عجیب غریب میذاری واسه مردم. بابا به خاطری که یه سال میخواییم زندگی کنیم، من که نمیدونم هر کی بیاد تو من اجار حسن. باشه باشه، من مشکلی ندارم. اولین نفری که در واکر اومد تو من اجاره میدم بره پیکارش. حالا میخواد قلطاق بشه، میخواد درست بشه، میدونم بره، مشکلی ندارم. آقای افروخته؟ بله بله.